صبح روز پنجشنبه دوم مهر ماه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، مهدی ابریشمچی مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران، یک مرکز و یک سایت فعال در پروژه ساخت کلاهک‌های هسته‌ای رژیم را که تاکنون از سوی حکومت آخوندی به شدت مخفی نگاه داشته شده بود افشا کرد. این مرکز و سایت به طور مشترک در زمینه آزمایش و ساخت مواد انفجاری بسیار قوی در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کند. در کنفرانس پاریس توضیحاتی در مورد دو مرکز مخفی رژیم که مستقیما درگیر فعالیت برای تولید سلاح‌های هسته‌ای هستند داده شد. این دو مرکز برای تحقیق و تولید سیستم‌های انفجاری جهت بمب اتمی به کار گرفته می‌شوند. در واقع سیستم انفجاری بمب اتمی در مرکز تحقیقات فناوری انفجاری ضربه متفاز در دست تحقیق، آزمایش و ساخت است. این مرکز به وزارت دفاع رژیم وابسته می باشد. مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت خاطرنشان ساخت فاشیسم دینی حاکم بر ایران نه تنها چیزی را در پروژه ساختن بمب اتمی کند یا متوقف نکرده است، بلکه تا آنجا که توانسته این پروژه را تسریع کرده است و ساخت همه اجزای بمب اتمی را همزمان به پیش می برد. وی افزود برای رژیمی که هیچ پتانسیل مشروعیت تاریخی و اجتماعی برای بقا ندارد و در محاصره بحران‌های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته، دسترسی به بمب اتمی یک تضمین بقاست و هرگز از آن دست نمی‌کشد. به همین خاطر سالها مذاکره و امتیاز دادن به این رژیم عملاً به رژیم آخوندی برای دسترسی به بمب اتمی خدمت کرده است و این مذاکرات محکوم به شکست می باشد. وی گفت سرکوب وحشیانه قیام و کشتار مجاهدین در کمپ اشرف در عراق آن روی سکه تلاش این رژیم برای دستیابی به بمب اتمی است. در کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در پاریس اعلام شد که سرتیپ پاسدار جواد آل یاسین از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران، مدیر این مرکز و محسن فخریزاده مسئول کل برنامه تولید سلاح اتمی و مسئول ارشد آل یاسین است. در این کنفرانس محل دقیق هر دو سایت با عکس‌ها و نقشه‌های هوایی برای خبرنگاران نمایش داده شد. همچنین تصاویری از ساختمان بمب اتمی و کارکرد مواد منفجری شدید الانفجار تشریح گردید. همزمان منفجر بشه.